غلاطیان فصل چهارم. مقصد من این است تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همین طور در دوران کودکی غلامان عقاید طفلانه دنیوی بودیم، اما وقت زمان معین فرا رسید، خدا پسر خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا با خونبها آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می گوید ابا، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت این که خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایان را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید طفلانه و پست برگردید؟ چرا می خواهید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماهها، فصلها و سالهای مخصوصی را یادآوری می کنید. می ترسم تمام زحمات را که تا اکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید. مگر من مثل شما نشدم؟ من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمانی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم، و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خوار نشمردید و از من رویگردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گوی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون شک بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را کشیده به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند، تا آخر شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیزی خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم، تا شکل مسیح در شما پیدا شود. ای کاش اکنون پیش شما می بودم تا با لهجه دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار حیران هستم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات می گوید نمی شنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه می توان این طور بیان کرد. این دو زن دو پیمان هستند، یکی از کوه سینا ظاهر می شود و فرزندان برای بردگی می آورد و اسمش هاجر هست. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند.
اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا نوشته شده است: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای، و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای. فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران، بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زایده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می داد، و امروز نیز همین طور است. اما چی نوشته شده است؟ کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می باشیم.